بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. به طور مسلم بدانید قیامت در کار است. همه اونایی که قبلا بودند و آیه همه را جمع می کنم. همه را روز قیامت روی جمع می کنم. إن الأولین این نستی که کأن نداره. إن الأولین والآخرین لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. این شجرت از زقوم طعام الاسیم. مطمئن باشید اگر گناهکار بمیرید از درخت زقوم خواهید خورد. زقوم تلق جهنم، درخت زقوم جهنم خوراک شماست اگر اسیم گناهکار باشید. اسیم با سه سوخته در گناهکار. این حتما این شجرت از زقوم طعام الاسیم. ان الجنه اوذفت للمتقين. به طور قطع مسلم بهش برای متقین، یعنی بشارت بعد شما را که متقی هستی بدانید بهش جای متقین. خب اینو من پس لم این آیه خواستم یکی که معنا میکنه که معنا روشن بشه. لم گذلو اوجا، پس کتابی است که خدا درش هیچ گونه خطا و اشتباه درش قرار نداره. و چه کنن؟ حرف اینه لگون زر بأسن شدید. حرف نید. من فرستاده ام قرآن را ببندم که چه کند؟ که انذار کند. بگی مردم به هوش بیایید، در غفلت نمانید، نخوابید، بیدار باشید. یه روش ما رو میبرند، شما خودتو نمیرید، میبرند شما را. ولی بدانید انذار میکنم شما را، میترسانم شما را از عذاب شدید خدا. قرآن دیگه لیونذر بأسن شدید، انذار کند مردم را، مردم بترسید، جهنم در کاره، عذاب شدید خدا در کاره. این خود بگید که خدا رحیم، خدا علی شفیعه، او حساب داره هر چیزی. نب عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم. عجیبه، از این روشنتر نمیشه حرف زد که قرآن به این بنده ها بفهمه. پیغمبر به این بنده ها که خود بنده ای من میدانم بیره بهش بگو چون بنده ای منی، بهش مشان میترسانم، بدانی من خدای غفورم رحیم، آن در این حال عذاب علیم دارم. به جا رحمت دارم، به جا غضب دارم، غضب دارم، غضب من هم قابل تحمل نیست. در سوره مطففین میخوانیم که لا یعد و عذابه احد و لا یوثق وثاقه احد. روز قیامت چرا عذابی کنه خدا؟ هیچ کس نتوان به عذاب برسه، هیچ کس به پای عذابو نمیرسه، مثل عذاب نمی کنه. چرا به بند میکشه خدا بنده های گناه کار را؟ احدی قاده اون به بند بکشه. من میبرم نه به عبادی، به اینا آگاهی بده مردم، بگو انی علی الغفور رحیم، من غفور رحیم هم، ولی در این حال ان عذابی هو العذاب الالیم. عذاب من عذاب دردناکیه. به ما یاد دادن در ماه رمضان این دعای افتخار میخوانیم دیگه، و ایگم تو انک ارحم الراحمین فی مقود العبد و الرحمه
و اشد المعاقبین فی موعد النکار و النقمه. خدایا من یقین به ما دعا دیاد آخه ما همش دعا رو میخوانیم دیگه، این دیگه بدبختی ما همینه، ما قرآن میخوانیم دعا میخوانیم، همه خواندنه، ما رو ما قرائته خون فهمیدن بکن به ما دعا کن. قرآن میگه من عذاب علیم داره، دعا هم یاد با یاد داده، ای مردم شب ما رو بزن بخوانید، بگید من معتقدم خدا تو هم ارحم الراحمینی هم اشد المعاقبینی، سخت‌ترین عقاب کننده ها تو هستی، مهربان داره اینا تو هستی، این من رو بشناسید، از پیش خودتان خدا نسازید، خدا معین کردم خودم را، گفتم این معرفی کردم خودم را، اینجوری هستم شما. لگون داره به اصلا شدید من فرستادم که مردم را از عذاب شدید من انذار کند. این بعدش این مبشر داره، مبشر بله هر دو هست، پیغمبر هم منذره هم مبشر. تبشیر چیه؟ تبشیر میکنه خوبان را، کی؟ المؤمنین الذین یعملون الصالحات. اینو باز خیلی تکون دهنده در انذار مطلقه، هیچ قید و شرطی نداره، لگون داره به اصلا شدیده اونجا مطلقه. اون که توضیح میگه دقت بفرمایید که دقت آیه در نظر بگیرید، اونجا مطلقه، بگی من عذاب دارم، تنها کفار نیستن، همه منتها کفار مخلدن در عذاب همیشه هستن، غیر اونها مخلد نیستن، هستن مدتی به قدر گناهانشان عذاب میبینن بعد میرن. اینجور نیست که حالا ما که شما یه نماز میخوانیم روزه میگیریم مثلا علی حسین میگیم پس ما بهشتی هستیم، اینجور نیست. ما اگر گناهکار باشیم به مقدار گناه همون عذاب من میکنن، تا بعد از اینکه پاک شدیم شفاعت میکنن به بهشت میاره. این سادگی نیست که گفتم، عرض کردم بهشت که زباله‌دان نیست که هر زور هم جمع کنم تو بهشت، اینجور نیست که، جای پاکانه، تا پاک نشوی راهت نمیدهن، تا پاک نشوی ما راه ما نمیدهن به بهشت، اشد عذاب دارم من. ولذا اونجا مطلقه، چه کافر چه غیر کافر، ان المجرمین فی ضلال فی ضلال و سعور، مجرم هر جا که باشه گناهکار عذاب میبینه، منتها کافر عذابش مخلده همیشه تو عذابه، ولی غیر کافر به قدر گناهش عذاب میبینه بس میشه و همین دیگه. اما در مؤمن در بهشتی ها قید میکنه، مال کیه؟ مؤمنی که سال عمل باشه، المؤمنی سال اون عمل، یعنی در یک قید لازم، در اون انذار قید نداره، مطلقا انذار، چه کافر چه غیر کافر مطلقا انذار. و در باره این مؤمنی شرط داره، اینجوری که هر مؤمنی بهشتی باشه، نه، با عمل صالح، ایمان با عمل صالح، اگر ایمان شد و عمل صالح هم شد این بهشتیه، این بشارت داره، اهل بشارته. اگر اصلا ایمان نیست عمل صالح، بعضی هستن که عمل صالح دارن ایمان ندارن، مثلا حتی کافر هم عمل صالح دارن دیگه، گاهی تو کفر آدم خوب هستن که آدم خوب کارهای خوب میکنن، ارفاق میکنن، زلزله دارا کمک میکنن، زنجیره را کمک میکنن، گاهی از ما بهترن، دروغ نمیگن، امانت دارن، اما ایمان ندارن، چون ایمان به خدا ندارن فایده نداره، در دنیا خود به شما میده. برای کفار که عمل صالح دارن، خدمتگزار مردم هستن، در آخرت بهشت ندارن، در دنیا چرا؟ به شما میدن دیگه، به همزه عمرشان میدن، خب ریاست بهشان میدن، شهرت بهشان میدن، ثروت بهشان میدن، خب اینو خوبه برایشان دیگه در دنیا، اما در آخرت نه، این طرفدار خدا که نیستن، برای خدا کار نکردن، که خدا قبول نداشتن. اینجوری بعضی هستن که بله عمل صالح دارن ولی ایمان ندارن، بعضی هستن ایمان دارن مثل امثال ماها، ایمان عمل صالح ندارن، ایمان داریم دیگه، خب واقعا خدا را معتقدیم، پیغمبر را معتقدیم، معاد معتقدیم، امام را معتقدیم، ایمان داریم، عمل صالح گیر اون عمل صالحه، تو خانواده ها بد عملیم، خود شر فردی ما بد عملیم، تو اجتماع تو بازار بد عملیم، تو خیابان بد عملیم، در کسب و کار بد عملیم، همین فرامون دیگه. ما مؤمنی سال اول نیستیم،
قرآن قید میکنه در انذار در عذاب مطلق بود، چه کافر چه غیر کافر. اما در اینجا شرط داره، هر مؤمنی اینجور نیست که بهشتی باشه، هر صالح العملی بهشتی نیست، مؤمنی سالم است. ایمان به شرط عمل صالح دیگه. بله، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فله حیات طیبه. اون کسی که هم ایمان هم عمل صالح داره، این یادمون باشه. تعارف نداره قرآن، یک مؤمن عمل صالح. اگر عمل صالح داری مؤمن نیستی، هیچ جهنمی هستی. اگر نه عمل مؤمن هستی، عمل صالح نداری، گناهکاری، جزا عذاب داری، حتما عذاب داری. من یعمل سوءا یجزه به، تو مطلق هر آدم بد عملی کیفر داره، این مطلق دیگه. من عمل سوءا یجزه به، و درباره بهشتی ها مؤمن عمل صالح دیگه. از دنیا سوقون ربح فیها قومون و خسر آخرون. بدانید دنیا بازار است، تو این بازار مردم مشغول تجارت هم، بعضی ها سود میبرن، بعضی ها زیان میکنن. خوش آبان اون مرده که سود میبرن در این دنیا، تو این بازار کار میکنن، خدایی میکنن، همه برای خدا، برای خدا حرف میزنن، برای خدا زکات میدن، برای خدا خمس میدن، برای خدا هر همه این کار برای خداست. اینا سود میبرن، عمر میدن، به خدا میگیرن. خیلی افتاده دیگه، ما الان دارم عمر میدیم دیگه، اما چی میگیریم آخه؟ اگر عمر دادم خدا را گرفتم، این خیلی خوبه کردم. حرف زدم میگم خدا را گرفتم، کار کردم خدا را گرفتم، این خوب سوده. اما بسیار مردم نه، عمر میدن هیچی، یا دست خالی یا جهنم. عمر میدن جهنم میخوره، عمر دیگه. حرف زدم خوی عمره، داره عمر پخش میکنیم دیگه. این سرمایه من، این حرف زدم که میگم خرج میکنم، او چی میبره؟ امام حادی از این بود دیگه، از دنیا سوقون ربح فیها قومون و خسر آخرون. بس همین کن کن بس دیگه، بس قرآن حرف میزنن، همینجا قرآن کوتاه هست و پر محتوا، همینجا امام هم کوتاه پر محتوا. و یه جمعه کوتاه نیگه، یادمون بمانه، از دنیا سوقون ربح فیها قومون و خسر آخرون. مردم دنیا بازار است و شما تو این بازار داری تجارت میکنی، عمر میدی، سرمایه عمر میدی، چی میگیری؟ مراقب باش موقع رفتن دست خالی نروی یا دست پر از جهنم نروی. خب این چیزی که کافی هست دیگه، میشه خداوند به همه ما ان شاء الله توفیق بهره برداری از این عمر و قرآن و اطلاعات ارائه بفرمایید ان شاء الله. خدایا محمد امام هادی علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرما، خدایا قلب های ما را منور به نور ایمان به قرآن بفرما، جوان های ما را از شر زمان حفظ کن، بچه های ما را محب اهل بیت قرار بده، حسن عاقبت به همه ما ایمان بفرما. العالمين